آقای عبدالغفار آرمان نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان، بانو فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز در مجلس نمایندگان و آقای اسدالله ندیم آگاه نظامی با ما هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان به بحث. سلام به شما آقای آرمان. وضعیت همین حالا در فراه چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی چشتن طلب سپیچل نامه سلامون اونی که ایل تاسو کدرمن و لیدون کتاو شاغل و ملمنو تولاندی کن در فراه و سنه یالت کیزه په خلاص یو جمله کې درته وایم. نن د جمعې ورځ وه، په اکثره مساجدو کې د جمعې لمونځ نه دی ادا سوی، ځکه چې هلته هیڅ نو امنیت نه و. د برایي اته بجو څخه چې دښمن شروع کړی د فراه په درې استقامتو کې چې شرق و شمال و غرب کې و، هغه ځای پر ځای سوي دی چې د شپې د خوا بیا هوایي قوتونه تللي، هغو ته یې ضربه ورکړې ده چې هغو خپل هغه زخمیان و ټپیان د سانې څخه خارج کړي. د سار 15 بجو څخه چې بیا جنګ په شدت ادامه پیدا کړې. د پولیسو دوه ماموریت چې یو د شوراباد دی او بل یې د څلورمې نایي ماموریت دی، او د کومندانۍ د جلب جذب د اردو چې د دیو سکوت کړی دی چې جنګ راغلی د کومندانۍ و کراول ته او د مابس و دیوالو ته راغلی دی. تر یولسو بجو ادامه پیدا کړی چې پر یولسو بجو بیا وایي قوتو دشمن ته تلفات وارد کړي چې دشمن بیرته پر شا تللی. درست. کار چرا به اینجا کشید؟ طالبان چطور توانستن که به شهر فراه خود را برسانن؟ کی غفلت کرد؟ ضعف د مدیریت په فراه کې شتون لري، اما انګی نسته په فراه کې. دا هغه علتونه و چې عقب نشینی تاکتیکی ورته دوی ویل مالی اداراتو چې اول د فراه ولسوالیان عقب نشینی تاکتیکی وکړه، دوم د فراه عمومي شهراګانې دښمن ته تسلیم کړي، دریم د فراه امنیتي کمربند چې د فراه د شمال و خواته درې خواو ته وجود درلو، بعضې پوستو سکوت وکړ او ځینې پوستې خپل امنیتي ځواکو په نام د دې چې عقب نشینی تاکتیکي ده راوړه چې اوس بالاخره جنګ راغی ښار ته د قمندانۍ و کراول ته ورسېد. درست. وضعیت مردم چگونه؟ چقدر مردم آواره شدن؟ به کجاها رفتن؟ خلق اکثر خلق د اتلور و نایو خلق فقط و تلی ولیرترین کریجات و تا چی اغا درست ساید چی هلتا لیوام موجود ده. اکثر خلق خپل کورونه یې لکړې دي تللي دي هلته، چې متاسفانه نن ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتی دی چې په دا جنګ مابین کې پاتې سوي خپل په کورو کې، هغو ته ملکي تلفات هم اوښتی. درست. تشکر. بانو عزیز، در کندوز چه میگذره؟ آیا خانواد در دست دولت است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های محترم. متاسفانه ولایت کندوز چندین سال است که در آتش جنگ میسوزه و بعد از او سقوط هایی که صورت گرفت و مثلا هست و بود مردم از بین رفت، و باز هم یعنی با وجود از اینکه نیروهای امنیتی ما در شهر مستقر بودن و مردم به زندگی عادی خود دوام می دادن، اما ترس و حراس از سقوط قندوز وجود داشت، چون بارها ما ایره گفتیم که مخالفین دوامه های شهر در نزدیکی شهر در نقاط مختلف در ولسوالی ها به صورت گسترده فعالیت داشتن، حضور داشتن و هر عملیات را که اونا انجام میتن طرح ریزی شده مطابق به پلان یک باره عمله میکنن. و اما قسمی که ما و شما دیدیم چند شب پیشتر به ولایت قندوز از چندین استقامت عمله کردن و متاسفانه باز هم شهر قندوز شما دیدین که به خاک خون کشاندن و تعداد زیاد از هموطنهای عزیز ما در اوجه شهید شدن، مردم زخمی شدن، مردم به اسلام و خانه ها و دارایی خود از دست دادن. به هر صورت یعنی باز هم دمی یکی دو روز مردم قرار بود که باز هم به زندگی عادی خود دوام بتن، چون هر کس مجبور از دکاندار به دکان خود بره، مثلا هر کس به کار و روزگار خود بره، چون یک لقمه نان باید به دست بیارن. به هر صورت امروز هم متاسفانه یکی از بدترین روزهایی بود که نه تنها در ولسوالی خان‌آباد که جنگ بسیار شدید از طرف مخالفین از چندین استقامت آغاز شد و متاسفانه ولسوالی خان‌آباد برای یکی دو ساعت به دست مخالفین سقوط هم کرد و دکانهای داخل شهر در گرفت، مثلا تانک تیل در گرفت، مردم زیاد آواره شدن که باز شارای قندوز تخار هم مسدود بود. مثلا اگه این شهرها باز باشه مردم میتونه که به ولایت تخار بره، حداقل از اون منطقه جنگ خود بیرون کنن، که این شهرها متاسفانه مسدود بود و حتی در داخل شهر در مناطق چرخاب و بندر امام صاحب هم جنگ های شدید امروز جریان داشت و امی لحظه هم جنگ بسیار شدید در ولسوالی دشت ارچی جریان داره. متاسفانه خب
یک مشکل بسیار جدی که وجود داره و باعث میشه که بارها مثلا طالبا بیاین و موفق به این شوند که بیاین پوستا را سقوط بتن و مردم را به این شکل به خاک خون بکشانن، این است که تا زمانی که طالبا یا مخالفین به پوسته ها عمله نکنن، مثلا به این وضعیت نشه، نیروهای کمکی فرستاده نمیشه. بالاخره مثلا تا که پوسته ها در محاصره میمانن و مردم قاوره و بیچاره میشه، تا که نیروهای کماندو از مرکز فرستاده میشه تا که اونا به محل میرسن، تا او زمان یعنی طالبا زیاد مثلا دستاوردها میداشته باشن. یک پوسته را که به تصرف خود در آوردن، مثلا موتر رنجر، تانک هاموی و یا مهمات، سلاح ها، هرچی که بود به دسترس از اونا قرار میگیره، اونا خود قوت میبخشن. بنان خواهش ما ای است که تا به صورت اساسی و بنیادی باید این مشکل حل کنن. مثلا کمربندایی را که در اطراف شهر ایجاد میکنن، باید کماندو یا مو کسایی که از کابل فرستاده میشن از مرکز، حداقل در اونجا، چون ولایت قندوز یکی از ولایت های استراتژیک است و دشمن بیشتر توجه داره. خواست ما از حکومت مرکزی، از سرقومندانی، از مسئولین رده های اول امنیتی که بارها ازشان خواهش هم کردیم و این موضوع را امرایشان مطرح هم کردیم، همی است که قبل از این که مثلا مخالفین بیای حمله کنه، مردم به خاک خون بکشانه، یا باید تدابیر خود گرفته باشن. کمربندای اطراف شهر باید مستحکم باشه، نیروهای کماندو یا هر نیروهای قوی دیگه، سلاح و مهمات خوب باید برشان داده شوه و کمربندا مستحکم باشه. از طرف دیگه وقتی که داخل شهر که یک به اصطلاح چند وقت امنیت بود، دیگه باز در فکر ولسوالی ها نیستن. مثلا طالب ها حضور بیشتر در ولسوالی دشترچی دارن، در امام صاحب دارن، در خان آباد دارن، دمی در چهاردره دارن. دمی مناطق باید از حکومت توجه بیشتر کنن، نیروهای مثلا اضافی قبل از قبل در اوجا جای به جای باشه. درست. و همچنان آماده از این باشن که هر وقت که مخالفین عمله میکنه، باید هر چه عاجلتر عملاتشان دفع شود. تشکر زیاد. بیش از صحبت خواهیم کرد، از آقای ندیم هم بشنویم چرا وضعیت این گونه شده. آقای ندیم، در کندوز وضعیت طوری است که خانم عزیز اشاره کردن، همونطور در فراه، در بغلان، چرا وضعیت این گونه شده؟ تشکر خدمت شما و کسی بای محترم بیننده عزیز تول نیوز سلام عرض میکنم. ما میخواییم در یک چند نکته اشاره کنم به دلایل جنگ. از روزی که مذاکرات طالبان با نماینده های وزارت خارجه امریکا و دیگر نماینده های امریکا آغاز شده در دوحه، طالبان از چندین محور چراغ سبز در افزایش عملیاتشان دریافت نکنند. اول محور اولی دوحه است. در این مذاکرات، از جریان مذاکرات، طوری طالبان برداشت میکنند که هر قدر که قلمرو بیشتر داشته باشند، از نگاه نظامی اکتیو فعال باشند، همون قدر بهرمندی زیاد دارند و دولت امریکا در سطوح مختلف چراغ سبز به حمله ها نشان میده. یعنی چی؟ یعنی عملاتی که مثلا خلیلزاد در یک نقطه رسیده بود در شهر نو، در یک مرکز ملکی امریکایی ها، حمله خیلی خونین صورت گرفت. و حال دو حمله که بعد از اتمام توافقنامه از طرف طالبا و خلیلزاد صورت گرفته، دلیلی وجود نداره برای حمله طالبا به این حمله ها، چون که در حقیقت اینا دو طرف به توافق رسیدن، چه مشکلی دارن؟ در حقیقت یک با خاموشی مقامات امریکایی در محکومیت این حملات و عدم نشان دادن عکس العمل های قوی، یک چراغ سبز است و طالبا از یک محور دیگه هم چراغ سبز دریافت میکنند. او عبارت از سیاستمدارا در داخل نظام است، به عنوان سیاستمدارای اپوزیسیون که سالها بهترین هرچی که اگر با کاسه شیر امریکایی آمده بودند، قیماقش هم اینا نوشان کردند و اینا با طالبا، با درفایشان، در ازاراتشان، در بعض حتی در مجالس که با اینا اشتراک میکنند، همسویی نشان میدن. این یک چراغ سبز بزرگ است و چراغ سبز سیومی در پروسه انتخاباتی یک تعداد، یک شمار از کاندیداها در حقیقت اقربهشان بسیار در میلان است، به طرف خلیزاد، به طرف سفارت امریکا. یعنی موضوعگیری ملی نداره که بگه که این خط سرخ ماست، از این نمیگذارید. یعنی قاطعانه در خط سرخ در منافع ملی استاد نمیشه و این محورهایی است که به طالبان جرأت میده، جسارت میده. چراغای سبز است در حقیقت که تقدیر میکنند از عملاتشان. درست. طالبان چراغ سبز دریافت کرده برای افزایش تحرک، ولی این طرف دولت افغانستان چه میکنه؟ ما عملیات خالد داریم، از روی کرده تهاجمی حرف زده میشه، چرا نتیجه نمیده؟ خب یک مسئله دیگه که روی کرده تهاجمی با امکانات تهاجمی میشه، با حالت تهاجمی،
ما متاسفانه در قوای مسلح وضعیتی را نداریم که روی کرده تهاجمی را بگیریم. اول در مورد تسلیحات، روی کرده تهاجمی وقتی که ما در زبان میاریم که روی کرده تهاجمی و حالت تهاجمی، این نیاز داره، لازم داره به بعض تسلیحاتی که امی روی کرده عملی میسازه. مثلا چه نداریم؟ مثلا ما از در تمام قوتهای اردو و پلیس سلاح حمایوی نداریم. سلاح حمایوی یعنی چی؟ توپچی قوی ما نداریم، راکت های ریاکتیو یا انداخت حلقوی که میکنه، انداخت زنجیره‌ای میکنه که دشمن را شدیداً تحت فشار قرار میده نداریم، راکت های متوسط که در عقب جبهه دشمن استعمال میشه این را نداریم. و دشمن چه داره؟ یعنی منظور میست که طرف دولت چه داره؟ تکتیک دشمن تفاوت میکنه نسبت به تکتیک دولت. دولت قوی مسلط در موازی ثابت قرار داره، دشمن از تکتیک چریکی استفاده میکنه. به شما تفاوت وجود داره. در مقابل جنگای چریکی به اردوی خیلی قوی سلاح تهاجمی خصوصا از طریق هوا، ما اصلا هلیکوپترهای تهاجمی نداریم. تیارهای سوپر توکانو که هست اینا در حقیقت غولکای هوایی هستند. این به هیچ وجه تیاره چی نیست؟ تهاجمی نیست. تیاره تهاجمی در تیاره روسا مثلا سخوی 24 است. در امریکایی ها در جبهه ایده است. امریکایی ها ایده را انتقال دادن ولی عمیقا نکردن که یک چند فروند از این را در طویل اردو بتن. یعنی شما بگین که توانایی نداریم، یعنی توانایی مهار نداریم، توانایی جنگ نداریم، در اختیار نداریم که حالت تهاجمی کاملا عیار بگیریم. و در مورد توانایی قوای مسلح حرفی وجود نداره. قوای مسلح افغانستان یک قوای مسلح قهرمان است. نیروهای کماندو واقعا زبده هستند، این قهرمانی نشان میدن، اما یک چیز در مدیریت وجود داره، در جابجایی قوت ها وجود داره. مدیریت از سابق در سطح قوای مسلح به آن گونه نیست که نیازمندی های جنگ مرفوع بسازه و همچنان در جابجایی قوت ها در سطح مدیریت های بلند، یعنی در سوی بلند رهبری قوای مسلح، یعنی تا هنوز در مورد سوق جیش و جابجایی قوت ها یک تصمیم لازمی را گرفته نتوانستند، یک تصمیم تکتیکی که این جوابگوی جبهات مختلف باشه. مثلا به حد قوت ها در ولایت های هلمند، قندهار، ننگرهار، هرات جابجاست. این ولایت های چون فرا، قندوز، بغلان، بدخشان یا کم اهمیت تو فکر میکنن و یا که هنوز پی نبردن، هر نقطه افغانستان در هر منطقهش ما باید از نگاه نظامی توجه داشته باشیم. اینه یک قوای ایجاد کنیم که مثل واکنش سریع عمل کنه. در هر نقطه‌ای که پرابلم پیدا میشه، دشمن حمله میکنه، ما به صورت زیاد نیروهای کافی داشته باشیم که بر دفع حمله ازو اقدام کنه. ولی متاسفانه تا هنوز هیچ چیز وجود نداره. درست. صحبت خواهیم کرد. آقای آرمان، باز در مورد فرا اگر حرف بزنیم، خطر سقوط شهر کاملا رفع شده؟ نه، در فرا شهر اگرچه در یول سبجو را پدی خواه پر یو مشخص ادرس باندې جنگ نه دی شروع، فقط پراګنده ټکان دی په مختلفو ساعتو کې دیسې مشخص نسته چې پر کومندانی یا امنیت ملی باندې ټکان وسی چې دولت دغه مخنیوي وکړي. خو متاسفانه بدبختانه چې زموږ څلور ولسوالۍ عملاً مرکز ته انتقال کړي، دوی ولسوالۍ دا اوس د سکوت سره مخامخ دی. د فراه ولایت د پښتوکو ولسوالۍ چې هغه مرزي ولسوالۍ ده، د ایران سره مرز لرو، هغه ولسوالۍ د 1500 روزو ته معاصره ده چې هغه ته هیڅ نه واوایي او زمیني کومک تر اوسه نه دی تللی. که کومک ونه رسېږي امکان لري چې هغه نن یا سبا، نن شپه یا سبا د سکوت سره مخ سي. همدارقم د اناردري ولسوالۍ، د اناردري ولسوالۍ تقریبا د څلور ورځو 15 ورځو راهیسې معاصره ده چې بدبختانه پرون دښمن راغی د هغه په ښار کې، د ولسوالۍ په ښار کې ښار یې ونیول. او نن قرار د راپورو چې هغه پولیس 15 نفره د دوه ټانګه همویو سره تللي دښمن ته، دا د مجبوریت دی. وخت چې یو پوسته یا ولسوالۍ 1500 ورځو معاصره وسي، هغه ته هیڅ نوه زمیني واوایي کومک لا نسي، هغه مجبوره ده چې خپل د ځان د ژغورلو دپاره ولاړ سي، دښمن ته تسلیم سي. درست. انتظار میره که چه زمانی وضعیت بهبود پیدا کنه، به حالت عادی بر بگرده با توجه به آنچه که جریان داره و ولسوالی در تهدید هم شما فهرست کرده؟ موج امنیتی سکتور تا هم پا محل، یعنی پا ولایت که هم مرکز که
ټول ته مداجریان یعنی برای ټول شپه زب مطمئن یم چې د فرا 1500 وکیلان 2 ساعته نه دی بدسي وزیر داخلي ته وای وزیر دفاع ته وای رئیس عمومي د امنیت خو تبدیل سو عیبات سیب ته وای خو دیس یو کار چې دوی اجرا کړی چې فرات ماسریات ولري هغه کار نه دی کړی چې موږ آخرینی گزینه چې یوازینی کس چې موږ دا خبر نه ورته رسولی چې فرات تر دادید لاندې د چې سکوت کوي یوازینی کس چې و رئیس جمهور و چې هغه ته هم نن موږ ځان ورسول و شخصا رئیس جمهور ته مو دا وویلو چې فرا کې دا درې میاشتې کې چې موږ چیغې وایو چې فرا د سکوت سره مخامخ دی خو متاسفانه چې نه اردو داسې توجه کوي نه پولیس نه امنیت ملي په طور د مثال کماندان د امنی دا درې میاشتې موږ وزیر داخلي ته وایي دا بېکفایت دی دی هم وایي دا بېکفایت دی رئیس عمومي د امنیت ملي ستانکزی صاحب شاید زما غږ واوري هغه په عمومي جلسې کې چې موږ څلور دېرش وکیلان د وزې غر ورته ناست و وایي فرات یې داسې یو کماندان استولی چې هغه یو ټولی نسي اداره کول نو وخت چې دوی خپلې تاییدوي چې کماندان نس وایي چې یو ټولی اداره کړي دی به داسې ولایت چې هغه هر ساعت د سکوت سره مخ دی دی به داسې یو ولایت څنګه اداره کړي درست. بانو عزیز، در کندوز آیا احتمال از این وجود داره که برای بار چهارم به شهر حمله شود با توجه به آنچه که جریان داره در ولسوالی های مختلف و هنوز تهدید آنگونه که باید رفع نشده؟ خب این یک موضوع بسیار واضح است و بسیار روشن است. امروز هم بازم به طرف شهر حمله کرده بودن مخالفین و اگر توجه صورت نگیره بدون شک اونا هم حمله میکنن و هم آنچه که هدف دارن به هدف خود میرسانن. ما امیدواری ما این است که پیش از اینکه دیگه اونا حمله بکنن و باز مردم رو به خاک خون بکشانن حداقل حکومت مطابق قانون اساسی تامین امنیت شهروندان یکی از وظایف اصلی و اساسیش است حداقل وظیفه خود انجام بده و سرقومندانی الا بدون شک درست است ما درک میکنیم که شرایط فعلی افغانستان قسمی است که مثلا مسائل بسیار زیاد دیگه مثلا انتخابات پروسه صلح و گفتگوهای طالبا با آمریکا و این مسائل دیگه همه هستند یعنی فشارهای زیاد بالای حکومت وجود داره امیدوار هستیم که حکومت در قدم اول اگر میخواهد که واقعا انتخابات داشته باشه باید تامین امنیت بکنه اگر میخواهد که یک پروژه رو در یک منطقه تطبیق کنه باید امنیت داشته باشه یعنی در قدم اول اولویت از تمام کارهای دیگه در ساحات مختلف مهمتر از همه تامین امنیت برای مردم افغانستان است در نقاط مختلف نه تنها ولایت قندوز درست است که ولایت قندوز مثلا ولایت فرا ولایت بغلان بدخشان اکثریت ولایت افغانستان متاسفانه امروز به تهدیدات بسیار جدی مواجه هستند به هر صورت مشکل دیگه ای که همین اکنون در ولایت قندوز وجود داره ای است که والی در ولایت قندوز حضور نداره خو یا مریض است یا به هر شکل کس از یک مابعی طرف والی به ولایت قندوز نیست قماندان امنی هم که شما دیدین در حادثه اخیر که صورت گرفت زخمی شده و اگر زخمی شده و امیدوار هستم که خداوند برش ساعت عاجل بته به هر صورت ما از حکومت خواهش میکنیم که بسیار به صورت عاجل که امروز و فردا باشه یک کسی را که به صفت والی روان کننده اوجه که واقعا متعهد به این وطن باشه به اراضی بلد باشه و واقعا یک کس باشه که بتاره مدیریت خوب بکنه و حضور داشته باشه در کنار مردم باید باشه در این شرایط و همچنان بسیار نیاز جدی داریم به یک کسی که در بخش نظامی واقعا کارکشته باشه واقعا تجربه داشته باشه واقعا ما کادرای زیادی در ولایت قندوز داریم هم اراضی را بلد هستن هم جنگ بلد هستن هم میتونن که موثر باشن ولی متاسفانه به اون مردم ها چانس هم داده نمیشه خب به هر صورت خواست ما از حکومت همی است که هر چیز زودتر هم به تامین امنیت مردم توجه بکنن هم کسانی را من حیث والی و قماندان و که در اونجا انتخاب میکنن کسانی باشن که واقعا اونا بتانن که همینطور یک ولایت جنگ زده را اداره بکنن وقت والی در ولایت نیست فرمانده امنیه هم زخمی است آیا میشه گفت که وضعیت در کندوز در کنترل دولت است که امیدوار به بهبود باشیم خب فعلا خب وضعیت در کنترل دولت است چون نیروهای اضافی وقتی که جنگ بسیار شدید بود نیروهای کماندو رفتن عملیات های هوایی صورت گرفت خب به هر صورت طالبان مقب نشینی کردن و وضعیت شهر دیروز به حالت یعنی قسم بود که مردم امیدوار بودن که شاید بهتر شوه ولی متاسفانه امروز باز هم از چندین نقطه باز هم جنگ بسیار شدید جریان داشت به هر صورت ما امیدوار هستم که در قدم اول حکومت یک والی و یا یک قماندان بسیار خوب که به جنگ بلد باشه به اراضی بلد باشه بتونه خوب وضعیت کنترل کنه چون شرایط بسیار اساس است به ولایت قندوز بفرستن و از طرف دیگه از مسئولان محلی که در ولایت هستن امیدوار هستیم گزارشات دقیقی را به مرکز ارائه بکنن
به طور مثال دیشب ساعت 10:30 بجه شب برای من از یکی از پوسته های که در ولسوالی گلتیپه از اون منطقه برای من تلفن کردن و من از داخل پوسته همراه مردم که در اونجا معذف بودن صحبت کردم، گفتن ما در معاصره قرار داریم و مواد غذایی نداریم و تجهیزات ما هم رو به تمام شدن است. وقتی ایره با وزارت داخله تماس گرفتم، اونا گفتن درست است، شما باید با سرپرست قماندانی امنیه یک هماهنگی کنین اگر واقعا چنین گپ باشه، چون قماندانی امنیه برای ما این گزارش ندادن. ما عاجل اقدام میکنیم. وقتی من امرای سرپرست قماندانی امنیه ولایت قندوز تماس گرفتم، اونا گفتن که اصلا این گپ نیست، هیچ کسی در معاصره نیست و هیچ پوسته ما در معاصره نیست، ما به تمام پوسته دسترسی داریم. یعنی امرای امو پوسته تا امروز هم که من طرف شما می آمدم به تماس بودم، گفتن که هنوز فقط برای ما بسیار کم مواد غذایی رسید، خلاص تجهیزات هنوز هم نرسیده و هنوز هم ما در معاصره قرار داریم. یعنی من خواهش میکنم که گزارشات قسمی که است امو رو به مرکز راه بکنن. اگر مثلا اینا بیان کل دنیا رو گل و گلزار نشان بدن به خاطر از اینکه خودشان خود براعت داده باشن، خودشان مثلا یک موقف گرفته باشن، اینی می باعث میشه که اوج جوانای عزیز ما که در خط جنگ هستن تلف میشن. به هر صورت به اصطلاح یک عدم هماهنگی و یک از هم پاشیدگی، یک نبود یک نظم و دیسپلین و اداره درست در سطح ولایت قندوز فعلا باعث شده در شرایط بحرانی که وضعیت دیگه هم خرابتر شود. و امیدواری ما دیگه ای است که مردم باید با نیروهای امنیتیشان با وجود که همکار هم هستن، حمایت هم میکنن، یعنی زیادتر تبلیغات باید به نفع مخالفین صورت نگیره. ما امیدوار هستم که نیروهای امنیتی که با جان خود بازی میکنن، ما از اونها همیشه تقدیر کردیم، تقدیر میکنیم، باز هم آفرینشان که با وجود این همه قدر خطرات و مشکلات سنگر خود اعلان نمیکنن، تا آخرین دقیقه تلاش میکنن که دشمن را شکست بدن. درست، تشکر. آقای ندیم، با آنچه که دولت در دست داره چه اقدامات روی دست بگیره برای که وضعیت تغییر کنه، بهبود پیدا کنه در جاهای مختلفی که جنگ جریان داره؟ یک موضوع عمده، یک فرمولی که سپهسالارای بزرگ نظامی در طول تاریخ تایید کردن، امنیت، تامین امنیت تنها با قائم مثلا نمیشه. زمان امنیت تامین میشه که یک نظام، یک دولت با تمام قوا، با تمامیت، با کلیت عمل کنه، در همه عرصه ها فعال باشه و قانون محور باشه. اگر تنها قوای مسلح در جنگ وارد باشه، در جنگ مشغول باشن، تلفات بدن، با دشمن درگیر باشن، مثلا والی و غرق فساد باشه یا در یک بخش دیگه اونا تنبل باشن در سه انکشاف، در سه توسعه، در سرکسازی، در فاید عامه، در عرصه خدمات صحی، معارف، در اون صورت هیچ اصلا فداکاری ها و جانفشانه های قوای مسلح نتیجه مثبت نمیده. بنابراین به دولت ضرور است که فعالیت های قوای مسلح را با دیگر ارگان ها هماهنگ بسازه و عملیات هایی که بخصوص عملیات های تصفیوی در محالات انجام میشه باید بدون همکاری یا بدون هماهنگی اداره های محلی و دیگر ارگان های دولتی نباید عملی شود. یک جای یک منطقه طالب است، اونجا طالب تصفیه میشه. ما دیدیم در غزنی دولسوالی را گرفتن، حالی دولسوالی در مرض سقوط است، چون که با دیگر ارگان های دولتی در اینجا شریک نبودند. زمانی که ارگان دولت منعکس یک ماشین، منعکس یک نظام فعال میشه، مردم احساس میکنند که صاحب دولت هستند، یعنی کسی هست که از اینا نظارت میکنه، مراقبت میکنه و خدمات ارائه میکنه. بنابراین بهتر است که رهبران دولتی قوای مسلح را مجزا از نظام نپندارند و اینا را تنها در جنگ سوق استخدام نکنند و دیگه بخش دولت هم سهیم بسازند و در اون صورت مردم بدون از که تقاضا شود دعوت شود با دولت رو میرند، چون مردم مطمئن میشن که دولت برشون خدمات عرضه میکنه و در این مورد متاسفانه دولت یک دست عمل نمیکنه. دولت بعضی کوتاهی ها از مسئله شراکت دولت است، مسئله ائتلاف است، مسئله رویداری و مسئولیتی و تگاپا است. تا زمانی که این گپا منسجم نشه، یعنی یک دیسپلین کاری در سطح دولت تامین نشه، مشکل است که ما تنها از قوای مسلح انتظار داشته باشیم که فداکاری بده، شهادت بده، زخمی بده و در تمام جا امنیت تامین کنه. در یک دید کلی عملیات های نیروهای امنیتی را شما چگونه میبینین در شرایطی که امروز گزارش شد
شما حتما دیدین که ولسوالی بردوج ولایت بدخشان را دولت بعد از 4 سال دوباره از طالب پس گرفت، یکی از ولسوالی راهبردی است و استراتژیک از بدخشان. چگونه میبینین همین عملیات را با توجه به آنچه که شما گفتین امکانات کم است، تجهیزات نیست، برای کرده تهاجمی هم میتونه حتی یک ادعا باشه در شرایطی که امکانات وجود نداره؟ روی کرده قطعات قوی مسلح بخصوص قطعات پلیس، قطعات اردو، امنیت ملی در دفع حملات کاملا تحسین برانگیز است. اما یک موضوع اینجا فراموش نشه که ما باید پیش از اینکه این حملات صورت بگیرد، پیش از واقع ما باید جلوگیری کنیم. در بخش استخبارات، در بخش کشف ضعفای وجود داره. ما زمانی وارد عمل میشیم که دشمن در حقیقت ما را به چلنج دعوت کرده. در اون صورت برای نیروهای امنیتی خیلی مشکل است که اینا را دفع کنه. ولی طوری که ما میبینیم مثلا در پل خمری، در قندوز، طوری که وکیل صاحب توضیح دادن، در فرا همچنان با دشمن با امکانات سنگین، با امکانات فراوان، با پرسنل فراوان حمله کردن، اما این حملات دفع شده. در پل خمری دفع شده، این از محاصره در حقیقت بیرون آمده. در تلفات دشمن بی حد زیاد است نسبت به تلفات اردو و پلیس امنیت ملی. اگر قرار باشه که مسابقه باشه، ما دست کی بالا کنیم؟ دیت و مسابقات دست قوی مسلح بلند است، اما مدیران ارشد نهادهای امنیتی باید توجهشان بیشتر به دفع این حملات قبل از وقوع آن باشد. درست، تشکر. آقای آرمان، خانم عزیز، به فشارهای دیگری که حالا بالای دولت هست و متفاوت میتونه ارزیابی شود، بحث انتخابات، بحث صلح اشاره کردن، فکر میکنین با نزدیکتر شدن ما به انتخابات و همطور گرمتر شدن بحث صلح در افغانستان تشدید میشه حملات اینچنینی؟ ز پدی مطمئنم چوچی طالب د امریکا سره هغه خپل پروتوکول امضا نه کی، دا عملات به لا شدت پیدا کی په ټولو ولایتو کې، په اکثره ځایو کې، په دې خاطر چې طالب غواړي چې شدت ورکړي چې ډېر تر امتیاز ونیسي. دولت سره خارجیان به هغه سې کومک چې دوی وعدې ورکړي وي، چې دوی دغه امضا کې ورسره هغه سې وعدې دوی ورکړي وي، خو متاسفانه چې هغه سې کومک نه کوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ چې د اوازې دي، اگر چې دا د دوی د پروتوکول امضا تر اوسه فکر نه کوم چې هیڅ چا بغیر د رئیس جمهور و رئیس اسرائیل لیدلی وسي. دوی پر دې میوار باندې څرخه چې وایي موږ امنیتی قوتو ته نور به ستاسو پر ضد چې دوی عملیات کوي موږ به کومک لږ کړو یا بېوار نه کړو، نو بنان طالب غواړي چې د ډېر امتیاز اخیستلو لپاره شدت ودې عملیاتو ته ورکړي تر څو چې ډېر امتیازات واخلي. خب چه کنه، باید دولت چطور جلوگیری کنه، چگونه مهار کنه این وضعیت را؟ امنیتی سکتور باید دغه شته امکاناتو څخه په هغه سې ځایو کې استفاده وکړي. دوی د یوازې په مدافعي حالت کې نه پاتېږي چې کله به دښمن راځي پر ما به حمله کوي. دا اوس په کافي اندازه موږ نیرو لرو، صرف د هغو مدیریت ضعیفه دی. موږ تاسې که فرا ولایت وګورو، په طور د مثال فرا کې زه مطمئنه یم چې دا امنیتی سکتور لاس په لاس ورکړي د فرا کمربند جوړولی شي. اما دوی متاسفانه چې دا کمربند یې هم ځینې نیولی دی، اکثره ولایتونه زه فکر کوم چې ضعف د مدیریت به وسي، په هغه کې جدي عمل نه کیږي، پر وخت باندې هغه کار، هغه کومک چې باید پر وخت ورسیږي نه کیږي. ما تا ته مخکې وویل چې د پشتکو ولسوالۍ دا 15 روزه معاصره د کومک نه دی ورته رسیدلی. د انارداري ولسوالۍ نن مجبور سو چې 15 کس هم تسلیم سوه او دوه ټانګې هم یوړه. نو وخت چې سبا شپه د پشتکو ولسوالۍ سکوت وکړي، بیا ځې جنازې راوي او هلته معاصریت هم نه لري. زه مخکې تر دې چې عمل اجرا سي باید دغه دفع وسي. درست. خانم عزیز، تا 21 روز دیگه وضعیت را چگونه میبینین؟ فقط ما حدود 3 هفته به انتخابات وقت داره. خب ما فکر میکنم که برمیگرده به عملکرد حکومت که چقدر میخواد که یک انتخابات واقعا شفاف و سرتاسری و اما قسمی که در قانون آمده و قسم یک انتخابات برگزار کنند. اگر میخوان که واقعا یک انتخابات شفاف برگزار کنند، اگر میخوان که مردم واقعا به حکومت اعتماد کنه و از خانه خود بیرون شو و بره سر صندوق رای خود استفاده کنه، خب
امیال هم سر وقت است که به خاطر تامین امنیت مردم کار بکنن، کار بکنن که مردم به فکر آرام، یعنی آل خواهد یک طرف شرایط برای مردم مساعد نیست که برن و پای صندوق رای مثلا در ولایت قندوز یا ولسوالی خانابات و دستچرچی و امی جایی که جنگ هستن. فعلا ما از ولایت خودم میگم، شما چی فکر میکنین که مردم در این حالت میتونه برای از خانه خود بره برای دادن؟ نمیتونه. این حکومت باید خوب بفهمه که اگر تامین امنیت به مردم نکنه، باز به او ولایت اصلا هیچ روی ندارن که برن به مردم بگن که برای ما رای بتین. مشکل است برشان، مثلا از یک طرف زمینه برش مساعد نیست، از یک طرف مردم به خاک و خون کشانده میشه. امیر رابطه که بین دولت و مردم وجود داره اینمی روز به روز دیگه فاصله کاملا زیاد شده میره و مردم دیگه متنفر میشن. ما میفهمیم فشارهای زیاده که امروز بالای حکومت است، بالای مردم افغانستان است. ما درک میکنیم که از طرف بیرونی ها آخرین فشارها برای حکومت افغانستان وارد است، ولی حکومت افغانستان هم متحدین قوی در کنار خود داره. پیمان امنیتی رو با بزرگترین یک کشور دنیا داره. ما به خاطر چی قربانی میشیم؟ به خاطر که طالب میگه امریکا در افغانستان است، از او خاطر می انتحاری میکنه، از او خاطر می سر مردم حمله میکنه و هر روز حتی در شهر کابل ما شاهد به خاک خون کشیدن مردم هستیم. بناهن کشور بزرگ امریکا، قوای ناتو باید توجه جدی کنن. مثلا وقت در یک منطقه جنگ آغاز میشه، اصلا برای چند ساعت هیچ حملات هوایی وجود نداره. خوب اجازه میتن که طالب میاد خانه مردم جای به جای میشه، مردم به خاک خون کشانده میشه، باز بعد از اون مثلا عملیاتی هم که انجام میتن تلفات ملکی ده او چقدر بلند میره. بنان خواهش شما است که پیش از اینکه مثلا طالب ها یا مخالفین بین به خانه های مردم جای به جای شون، خوب است که حملات هوایی، عملیات های پاکسازی و تقویت نیروهای امنیتی ما که در پوسته ها هستن صورت بگیره تا مشاهد وضعیت پیش آمده نباشه. بسیار تشکر. ما خواهی ندیم در حد 20 ثانیه وضعیت را چگونه میبینیم تا 21 روز آینده و چی باید شد؟ باید دولت از تمام ظرفیت توانایی خود استفاده کنه که در تامین امنیت و تدویر یک انتخابات شفاف مردمی، این انتخابات میتونه که یک زعیم تعیین کنه که به چالش ها رسیدگی کنه، به چالش های خیلی بزرگ و ملی. بسیار تشکر از حضور مهمانان این بحث.